خب بیندو گرامی، در 20 سال گذشته، خب اساسا در 40 سال گذشته از 30 روز افتصار به بعد، مردم ما رنگ خوشی و آرامش و آسایش دیگه ندیدن. گوی آفتاب از آسمان ما سفر کرد و کشور ما به یخدانی مبدل شد که هر آنچه میکنیم اساسا تغییر نمیه. گفته کارو حجب اینجاست که افتاد از پا چرخ زمان، که فلک دیده به خود فصل خزان بعد خزان. ما فقط خزان و زمستانه در بیشتر از 40 سال تجربه میکنیم. گویی بهار و تابستان از کشور ما به کلی رخت بستن، ولی باز ما ناامید نیستیم. امید بیداریم که روز باز دوباره ما شاهد آمدن بهار باشیم و تابستان داشته باشیم و خزان و کوت آمده تو زمستان به کلی نداشته باشیم. و هموطنان ما روزهای سخت را سپری کردن، بدبختی های زیاد را متحمل شدن، ولی بازم امیدوار بودن به این که بالاخره روز وطن ما آرام میشه، آباد میشه، کشت و کشتار و ویرانی از بین میره. اما گویی که نه خود ما حاضر هستیم که تغییر بیانیم برای از بین بردن این مصیبت، و نه جهانیان بی عاطفه میخواهند که وطن ما را از این مصیبت نجات بده. هر روز برای ما داستان میسرایند، هر روز برای ما غمنامه میسرایند، و ما این غمنامه را میبینیم و گوش میکنیم و چاره جز گریستن نداریم. ما را به گریستن عادت دادن، ما را به رنج و غم و مصیبت عادت دادن. نسل جوان ما گویی که فکر میکنن که ما تمام زندگی ما چنین بوده که رنج بوده و بدبختی و حرف هوا را تفنگ میزده و تفنگدار میزده و جاسوس میزده و خائن میزده و وابسته میزده و قاتل میزده. برای که ما در گذشته پیش از 30 روز افتصال چنین نبودیم. ولی به هر حال بعد از کنفرانس بن امیدهایی بود که تغییرات میآید. ما صاحب دوباره کشور میشیم که کشور جنگ زده به کشور آباد و متمدن مبدل میشه. برای ما امیدهایی دادن که ما دوبه دومی را در افغانستان میسازیم، چک های سفید برای مردم ما نشان دادن. اما از امو ابتدا وقتی ما دیدیم که این جوها را اول فرستادن بعد از او کرزه یا تیم و ایناشه، به این معنی بود که اینجا ما درگیر یک سلسله مصیبت های تازی میشیم به نام باسازی و به نام بهسازی و اینا. جامعه جهانی با صداقت نامد به کشور ما، با گروه های خود آمدن، هر کدام هر کشوری از خود ندای گرامی داشت. همین کانادای عزیز ما که بسیار پاک و چی هستن، واقعا مردمان بسیار شریف هستند، یک سیستم است، یک نظام در اینجا هست. اما امی کانادای ما هم با صداقت در با سازی و در توزیع کمک های عادلانه برخورد نکرد، تحت تاثیر قرار گرفت و اکثریت کمک ها به دست دزدان غارتگر مسلکی رفت. که ما ایره مسئله بالاخره یک روز ما ایره بیشتر میشگافیم و نتیجه یک روز شما خواهد دیدین که وقتی ما میگیم که کانادا هم پاک کار نکرد در افغانستان، این دستاورد نداره کانادا. اگه میگه خب دستاوردهایی داره که یک تعدادتون برای مردم میکشن، دستاورد بنیادی برای ما نداره، چون از ابتدا با دستی از دزدان و همین دزدان چراغ به دست یک جا بود و اکثریت پولای کانادا بیندگرامی یادتان باشه که به پروژه عنیف اتمر و زاخلوال و اشرف غنی و احدی رفت. و دیگه ای که جامعه جهانی فقط دوست تربیه کرد، مافیا تربیه کرد، قاچاقبر تربیه کرد و قانونگریز. کیا قانونگریز شدن در کشور ما؟ کسانی که قدرت پیدا کردن، کسانی که زور پیدا کردن، کسانی که دلار پیدا کردن.
اینا کسایی بودن که معافیت پیدا کردن در برابر قانون، الان چی که دلشان خواست انجام میدادن. پس ما را به قانون گریزی و مظلوم نمایی، متوجه شدین این بخش نشته یک هموطن ماست که میخوانم بر شما، ما را به قانون گریزی و مظلوم نمایی عادت دادن. چگونه؟ واقعیت این است که ما به قانون گریزی، تگدیگری و مظلوم نمایی عادت کرده ایم. در افغانستان از الف تا یا هیچ کس تابع قانون نیست، هر کس دستش برسد از قانون به نفع شخصی و خانوادگیش استفاده می کند. فساد اداری، کشت و قاچاق مواد مخدر، جنگ، ناامنی، تجاوز چیزهایی است که هیچ کدام زشت و قبیح نیستند. هر کس بیشتر دزدی، قتل و جنایت کند، بیشتر در نظام کنونی احترام می شود. دو دهه است که دست ما به سوی کشورهای دیگه دنیا دراز است. از پول گدایی بسیاری صاحب میلیون ها سرمایه شدن. اگر کشوری مثل امریکا امی آلا بگوید که دیگر نمیتواند به مردم افغانستان کمک کند، دفتن عده زیادی سر و کلهشان بلند میشه و میگن که امریکا یک کشور متجاوز است. سالهاست خون مردم ما را میریزانه و مینوشه، حق نداره کمک خود قطع کنه. مثل که چند وقت پیش که گفت که ما 1 میلیارد کمک خود قطع میکنیم، دیدین که چی صداهای بلند از پارلمان که از ریاست جمهوری که از مشرون و جنگ از همه جا بلند شد که حق نداری نه کمک های تا قطع کنی. اما اگر امریکا کمک های خود تا ابد ادامه بده، یک کشوری بسیار خوب است برای ما و شما. یک به اصطلاح گاو شیری هست که از شیرش استفاده میکنیم. آمی دموکراسی در کشور ما، آمی مردم سالاری است. هیچ عیب و نقصی را در کارش ما نمیبینیم. در تمام جهان تبلیغ برای انداختیم که افغانستان یک کشور جنگ زده، مظلوم و بیپناه است. اما در اینجا با دوست، قاچاقبر، قانونگریز و هزاران جنایتکار دیگر هم کاسه و هم داستان هستیم. همین حالا دوزهای بسبوتی ده ها نویسنده و شاعر و روشنفکر افغانستانی را زیر بال و پر خود دارند و با آنها معاش و امتیازات بلند دلاری میدن. مشکل اصلی ما یا تنوشه که فقر و بیکاری و تروریسم نیست. مشکل اصلی ما بنیاد کج ماست که کمر ما را شکستانده و این بنیاد شخص به نام یونس قانونی در کنفرانس بن بر ما کج نهاد. ما به جایی که فکر کنیم دنیا از ما بدهکار است، بهتر است کم خجالت بکشیم و دست از گدایی گری و مظلوم نمایی برداریم. تا زمانی که دست گدایی ما به سوی دنیا دراز است، هیچ حیثیت و آبروی هم برخوردار نیستیم و لزوماً حق ادعای آبرو و حیثیت را هم نداریم. به نظر من به جای این همه عکت و ادای روشن فکرانه، اگر کمی به حال خود و مملکت خود صادقانه بیاندیشیم، همه جا گل و گلزار خواهد بود. آقای مقصود ایدریان نوشته کرده بود.